باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تلاش‌های خود برای بستن زندان گوانتانامو را افزایش می‌دهد. در هفته‌های اخیر در حالی که تعداد زندانیانی که در گوانتانامو دست به اعتصاب غذا زده‌اند بیشتر می‌شود، فعالان حقوق بشر از باراک اوباما خواستند به تعهدات خود مبنی بر بستن زندان گوانتانامو عمل کند. باراک اوباما گفت: گوانتانامو برای تأمین امنیت آمریکا ضرورت ندارد. این زندانی پرهزینه و ناکارآمد است و از لحاظ جایگاه بین‌المللی به ما لطمه می‌زند. همچنین باعث کاهش همکاری متحدان آمریکا با ما علیه تروریسم می شود و به ابزاری برای تبلیغ و جذب نیرو برای افرادگرایان تبدیل شده است. گوانتانامو را باید بست. زندان گوانتانامو تحت کنترل ارتش آمریکا است و از سال 2002 میلادی برای نگهداری از بازداشت شدگان جنگ افغانستان و سپس عراق دایر شد. باراک اوباما در سال 2009 میلادی دستور بستن آن را صادر کرد، اما با مخالفت کنگره آمریکا روبرو شد.